جدید سالی باشه سرشار از عشق خداوند، هدایت روح القدس و پر از نور و نمک برای خداوند باشه. در ابتدا یه پیام کوتاه دارم میخوام با شما به اشتراک بذارم. برای خودم خیلی بناکننده بود، یعنی حقیقتاً خیلی دوستش داشتم. همه تون مسلماً کنار دریا رفتید، ساحل، خونه های زیبا، خونه هایی که با مخصوصاً اگه دم غروب برید ببینید که چراغایی دارن این خونه ها، چراغایی دارن این خونه ها و باعث شدن ساحل زیباتر بشه و نورشون توی غروب خیلی زیباست. و همه تون هم مسلماً لاک پشت دیدید، تصویر بالا رو ببینید. ای شبانه اعظم گله خداوند عیسی، داماد پرجلال سماوی بحر کلیسا. لاک‌پشت‌ها عادت دارن وقتی که سر از تخم بیرون میارن به صورت غریزی و طبیعی به سمت نور ما که در آب دریا انعکاس پیدا میکنه میرن که مسیر خونهشون رو گم نکنن و به اون طبیعتی که براش ساخته شدن، خلقتی که خداوند براشون قرار داده میرن. اما تصویر دور میزه برادر اینجوری، وقتی از تخم بیرون میادی لاک پشت، نگاهش به سمت نوره، یعنی میخواد که به سمت نور بره و این نور طبیعی و حقیقی هست که باعث میشه این زندگی لاک‌پشت ادامه پیدا کنه. اما متاسفانه اون ساحل زیبایی که به دست انسان‌ها ساخته شده و اون نورهای مصنوعی باعث میشه که خیلی وقتها از این لاک‌پشت‌ها به سمت این نورهای اشتباهی میرن و همین باعث میشه که تصویر سوم بذارید، اینجوری میشه. هرچی مسیر رو میرن به بنبست میخورن و اونجا باعث مرگشون میشه. پس حواسمون باشه توی زندگیمون مثل این لاک‌پشت‌ها به سمت نور حقیقی بریم که در انتهاش زندگی و ابدیت، مثل اون عمق اقیانوس‌های بی‌پایان. اما اگر به سمت نور مصنوعی بریم که ساخته یه دست انسان هاست، انتهاش میشه حصار، مرگ و تمام. این پیام امروزم بود، امیدوارم که لذت برده باشید. پیروزی هست، آزادی هست، پیروزی در نام تو عیسی. پر جلال است، پر قدرت است، پر جلال تنها نام تو عیسی. چون ترسان شدم جانم خم شود، باز در تو زفر خواهم یا آنگه سرایم، بازم سرایم، پیروزی هست در نام تو عیسی. آنگه سرایم، بازم سرایم، پیروزی هست در نام تو عیسی. آنگه سرایم، بازم سرایم، پیروزی هست در نام تو عیسی.